رئیس جمهور غنی با ستایش از ادامه کمک‌های کشورهای عضو ناتو به نظامیان افغانستان تا سال 2020 میلادی نشست وارسا برای افغانستان را پردستاورد می‌خواند و می‌گوید که خواست حکومت در نشست وارسا به کرسی نشسته است. خوشحالیم چه در ناتو در مشران و لغوندین افغانستان بریالی را طول و لسته او په خاص توګه موږ امنیتی او دفاعي قواو ته مبارکي وایو. هغه څه چې موږ غوښتل ټول په لاس راغل. رئیس جمهور غنی میگوید که جامعه جهانی افغانستان را در میراق توجه قرار داده و کشورهای آمی تروریسم با گذشت هر روز به انزوا میروند. کی نمیخواد افغانستان ثبات داشته باشه؟ کسی که بر افغانستان بدبین است. کی نمیخواد که دیگه وحدت همه باشه؟ کسی که نمیخواد مملکت ثبات بگیره؟ کی میخواد که ما عاطل و باطل بانیم؟ کسایی که نمیخواد که ما از منابع خود برای پیشرفت استفاده کنیم. دو بدیل از خارا برادر. یک بدیل یک افغانستان متحد واحد با یک دولت پاسخگو در چارچوب قانون اساسی ما که زندگی افغانستان تغییر بده و موقعیت افغانستان، منابع افغانستان به خاطر افغانا، به خاطر رفاه افغانا استفاده کنه. بدیل دوم کشمکش، تفرقه، منافع شخصی را ترجیح دادن. اشرف غنی به کشورهای آمی تروریسم هشدار میدهد که مفکوره اشغال افغانستان را از سر دور کنند. هر توک چه فکر کهی چه افغانستان به سقوطو که او ده چا ده لاس لنده ورسی دا آرزو به گور توری. آقای غنی میگوید که اصلاحات در صفوف نظامیان کشور، مبارزه با فساد و تحکیم حقوق بشر از تعهدات حکومت و جامعه جهانی در نشست وارسا بوده است. نقطه را که من میخوام امرای همه ملت شریک بسازم، اقدامات ما در قسمت مبارزه با فساد قانونی است، سیاسی نیست. با مخالفت با کدام فرد خاص یا جمعیت خاص نیست، تنها و تنها به اساس تحقیقات اساسی و به اساس احترام با آزادی، لوچارنوالی و محاکم است. رئیس جمهور میگوید که در نشست وارسا کشورهای عضو ناتو متحد شده است تا سقف نظامیان کشور به 352 هزار تن باقی بماند و بیشتر از 11 هزار تن نیروهای خارجی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع را در راستای آموزش و مشورت دهی فراتر از سال 2016 میلادی در این کشور نگه بدارد.